سلام و ارادت خدمت شما همراهان ابزارمه امروز در خدمتتون هستم با معرفی فرز مینیاتوری برند شیوا یه محصول جمع جور کاربردی مخصوصا برای کارهای ظریفکاری و صنایع دستی هستش محصولی هستش که حالا میتونم بگم به جرات بیشترین ابزار رو همراه خودش داره که توی مجموعه موجود شده قدرت موتور این دستگاه 160 وات هستش و قابلیت تنظیم سرعت رو داره که از 8000 دور در دقیقه تا 35000 دور در دقیقه رو شما میتونید تنظیم کنید تنظیمش هم توسط این اهرومی هستش که این قسمت قرار گرفته شش حالت مختلف برای تنظیم گردش این محصول داره که حالا سلام به این قسمت دیمر دستگاه گفته میشه کلید خاموش روشن کردنش هم انتهای زیرین این دستگاهی که مشاهده میکنه یه قفل کولتر هم داره که زمانی که شما میخواید سریع عوض کنید از طریق این قفل میتونید باز و بسته کنید این کولتر رو اقلامی که همراه این محصول هستش یک قاب محافظ هستش که زمانی که شما میخواید برش کاری کنید یا حالا کارهای سایش رو انجام بدید این براده ها یا تراشه که از برش اون قطعه انجام میشه حالا آسیب شما نرسونه یه پایه ای داره که تقریبا نمونهش مثل اوورفرزای نجاری هستش زمانی که شما میخواید حکاکی کنید توسط این پایه میتونید تنظیم کنید که تا چه شوهای تا چه قطری حتی تا چه ارتفاع این ابزارها کار سایش رو انجام بده تقریبا نمونهش میتونیم به اوورفرزای نجاری بگیم ولی این نسخه خیلی کوچیکش هستش اصطلاح مینیاتوریه یه خورتومی داره زمانی که شما میخواید کارای حکاکی انجام بدید حالا افرادی که قبلا با این دستگاه کار کردن میدونن که چقدر لازم و ضروریه این قطعه مثل خودکار شما دستتون میگیرید و کارای حکاکی رو انجام میدید که انتهاشم به خود فرز مینیاتوریمون وصل میشه یه خیلی ابزار هم کنارش هستش که تک به تک با همدیگه بررسیشون میکنیم و بهتون نشون میدم این مسئول داخل این کیف هستش که همراهش براتون ارسال میشه خب همونطور که میبینید من ابزارهایی که همراه این مینی فرز هستن رو براتون دونه دونه معرفی میکنم باز کردم براتون به ترتیب پنج پایه برای کارهای حکاکی داره که همونطور که مشاهده میکنید با سریعای مختلف برای نوشتن حالا حکاکی کردن روی قطعاتتون استفاده میشه حالا من نزدیکتر میارم بهتر متوجه میشین از این سریا میتونید زمانی که اون قسمت پایه‌ای که براتون معرفی کردم روی مینی فرزتون ببندید و زمانی که شما میخواید حالا حکاکی کنید با استفاده از این پایه هم خیلی راحت میتونید اون حالا متن یا اون شکلی که میخواید پیاده کنید رو استفاده کنید این مدل های برای کارهای حکاکی کردن هستش پنج تا سری مختلف برای کارهای سایش داره که روی حالا فلزات میتونید ازش استفاده کنید فلزات نرم مخصوصا مثل آلمینیوم و از این دست فلزات منظورم رو پلاستیک و چوب هم میشه ازشون استفاده کرد دو تا پایه مختلف داره که همونطور که مشاهده میکنید این دو پایه هستش این حالتی که انتهایی سرش حالت پیچی داره برای کارای پولیش زدن یعنی سریعی پولیشری که داخل این قسمت از این جبه لوازمش هستش به این صورت هستش که روی این قسمت بسته میشه و زمانی که شما میخواید روی کاراتون کارای پولیشکاری کنید از این پایه باید استفاده کنید دو مدل سری پولیشه یکی بزرگ و یکی کوچیک رو همراهش دار این هم نمونه بزرگترش هستش که میتونید روی این پایه نصب کنید این پایه برای این منظور گذاشته شده یه پایه دیگه ای که هستش انتهاش به این صورتی که سر پیچی داره برای استفاده از صفحات حالا سماده و برشش هستش این صفحات که میبینید یه خیلیش هم داخل این جعبه هستش که کار برش انجام میدن واسهتون برای کارهای بریدن و حالا یه حدی هم سایش میتونید ازش استفاده کنید که روی این پای نصب میشه و مثل صفحه برش های بزرگتر تقریبا این حالت مینیاتوریشه که برای برش کارتون میتونید استفاده کنید این پایه به این منظور گذاشته شده دو تا پایه که حالت لاستیکی طور دارن میبینید که داخل بسته هستش این برای استفاده از سنباده های حالا به این صورت که تو بسته هستش یه حالت بزرگ داره و یک حالت کوچیک که روی این پایه ها نصب میشه و شما میتونید برای کارهای سنباده کاریتون ازش استفاده کنید هر موقع هم که تموم شد میتونید سنباده در بیایید و حالا عوضش کنید از سنباده دیگه استفاده کنید یه متم همراهش هستش که به زمانی که شما میخواید حالا سوراخکاری هم باش انجام بدید میتونید از این استفاده کنید یه کولت یدکی هستش که زمانی که حالا یه مشکلی برخورد کولتتون مشکل خورد یه دونم یدکی داخلش هست دو تام آچار دستگاه هستش که برای زمانی که شما میخواید این ابزارا رو روی دستگاه محکم کنید و حالا اون خرتومی رو نصب کنید از این دو تا آچار باید استفاده کنید اطلاعات دقیق تر این ابزار نحوه سفارش گذاری قیمت رو براتون زیر پست نوشتم اگه قبلا تجربه کار با فرزای مینیاتوری رو داشتید همین الان تو کامنت ها واسم بنویسید که باقی افرادی هم که میخوان این دستکار تهیه کنن از نظرات و تجربیات شما هم استفاده کنن اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید لازمه که دوباره بهتون یادآوری کنم که این ابزار و تمامی ابزارهایی که داخل این پیج مشاهده میکنید رو میتونید داخل وبسایت ما به آدرس ابزار مهداد چاپ هم ثبت سفارش انجام بدید و خریداری کنید ممنون که مثل همیشه همراه ما هستید